میگویند نیروهای آریا برزن هخامنشی در تنگ تکاب و خائیز مقاومت جانانه ولی ناکامی را در برابر قوای مهاجم اسکندر مقدونی به نمایش گذاشتند. اما حالا در این منطقه جدالی دیگر در گرفته که مانند جدال این دو گوزن خائیزی مدیران و متخصصان محیط زیست را در برابر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داده. فعلا زور رئیس بیشتر است، ولی چشم حیات وحش این منطقه به شورای هماهنگی تشکل‌های زیست محیطی خوزستان و کوهگیلوی بویراحمد دوخته شده که به دادستان کل کشور نامه نوشتند و از عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شکایت کردند. دلیل شکایت این نامه است خطاب به مدیران استانی اداره محیط زیست که بر خلاف تشخیصشان در تنگ تکاب و خائیز شهرک توریستی احداث کنند. جناب آقای لاهیجان‌زاده، جناب آقای جعفری نژاد، طرح گردشگری تنگه تکاب را اجرا کنید و هیچ نیازی به تهران و دیگر معاونتان ندارید. شما دستور فوق را اجرا کنید. عیسی کلانتری در توجیه تصمیم بی سابقه خود روز بعد از این دستور چنین گفت: من با وجود تفویض اختیار به استانها جلوی تصمیمات غیر منطقی را میگیرم، چون این اختیار را از خود سلب نکردم و ممکن است گاهی از 100 تصمیم استان دو تصمیم وتو شود. و یکی از آن دو تصمیم دستور ایجاد یک شهر بازی بزرگ توریستی در تنگ تکاب و خائیز و نزدیک به رودخانه مارون در نزدیکی سد این رودخانه است. مانند این مجتمع که در آن سوی سد مارون که حفاظت شده نیست ساخته شده، اما تنگ تکاب و خائیز حفاظت شده هستند. صدها سال است که خانه هزاران گونه جانوری در کشوری بودند که در پناه آرامش این منطقه زاد و ولد می کند و میراث طبیعی ایران را تداوم می دهد. برای عیسی کلانتری و متحدش غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جذب سرمایه گذاری و اشتغال کوتاه مدت حرف اول را می زند. با پلن 7 به ما مجوز دادن که کار بسیار ارزشمندیه. سرمایه گذاری بالای 100 میلیارد تومان هست. تحقیقات بی بی سی نشون داده اون سرمایه گذاران خصوصی دو برادر تاجر اینجا در شهر بهبهان هستند. برادران کت خدا بعد از ساخت مجتمع تجاری آریاگان در شهر بهبهان کلی در این شهر شهرت پیدا کردند. اما حالا چشم برادران کت خدا به بیرون از شهرشون دوخته شده، به منطقه حفاظت شده تنگ تکاب و خائیز و همینطور رودخونه مارون که منتهی میشه به سد بزرگ مارون. اونها گفتن که میخوان یک شهر بازی در این نقطه بسازن که با تلکابین گردشگران رو بر فراز رودخانه به یک روستا به اسم روستای پشگر ببره. یکی از دو برادر کت خدا در سال 1390 در مصاحبه با یک نشریه محلی بهبهان چنین گفت: در منطقه تنگ تکاب یک مجتمع اقامتی تفریحی سیاحتی رو به شکل یک دهکده توریستی پیش بینی کردیم که ویو اون دریاچه سد مارون باشه. قبلا قرار بود در منطقه خارستان پارک آبی ایجاد کنیم که متاسفانه شورای شهر نتونست این موضوع رو حذف کنه. ساخت یک دهکده توریستی در تنگ تکاب و خائیز هنوز هم برای مدیران زیست محیطی منطقه قابل هضم نیست. نه الان، نه از 7 سال پیش که میگویند ویلاسازی‌های غیر مجاز و شبانه در خائیز شروع شد. حالا با شکایت تشکل‌های زیست محیطی باید دید اراده نظام در دوراهی جذب توریست و حفظ مناطق بکر کدام است. اگر ملاک گفته‌های رهبر ایران خطاب به مدیران زیست محیطی باشد، تصمیم روشن است. شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه. سالهاست که مهمترین مشکل محیطبانان خائیز محافظت از این منطقه در برابر شکارچیان غیر مجاز بود. اما شاید محافظت در برابر هجوم تراکتورها و لودرها و جرثقیل به این منطقه آسان نباشد. مدیران محیط زیست منطقه امیدوارند دارکوب و شاهین و کل و آهو و بز جای خود را به دریاچه موزیکال و باغ سنتی و اقامتگاه تفریحی ندهد و به جای شهر بازی در تنگ تکاب تنها بازی در این منطقه مختص به تیهوهای آن باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی.